سلام دوستان عزیزم، برای افرادی که تازه به ما ملحق شدن، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. امروز میخوام براتون یک خورشت خیلی 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 فوق‌العاده خوشمزه ولی بدون گوشت درست بکنم. باور کنید اگه یک مرتبه اینو امتحان بکنید دیگه عاشقش میشید و میخواین همیشه این خورشت لذیذ رو درست بکنید. حالا یه چای باحال با هم دیگه میریزیم. به به از این چایی که چقدر آرامش میده. انشالله که همیشه خونه هاتون گرم و پر از عشق باشه. امروز با یک شروع نشاط دیگه و پر از عشق و ذوق و شوق با هم دیگه میریم آشپزخونه که این غذای لذیذمون رو درست بکنیم و اون گرمای عشق و همراهش مخلوط بکنیم و بدیم به بقیه اعضای خانواده، ببینیم مزهش فرق میکنه یا نه. همراه من باشید. یک عدد گل کلم داریم، 150 گرم بامیه تازه، روغنمون داغ شده، پیازمون رو بهش اضافه میکنیم، قاشق غذاخوری سیر بهش میزنیم، اینا باید کاملا طلایی بشن. قاشق غذاخوری زنجفیل تازه بهش اضافه میکنم. چهار تا هویجمون رو خورد کردم، گذاشتم اینجا. چهار تا سیب زمینی هم چارقاچ کردم. این گل کلممون، نصف فلفل دلمه قرمز، نصف فلفل دلمه زرد و نصف فلفل قرمز بزرگ، اینم خوردش میکنم به این شکل. این هم سه نوع فلفل ما، فلفل دلمه قرمز، فلفل دلمه زرد و فلفل قرمز درشت که هر سه نوع شیرینم. این قارچ ها رو خوردشون میکنم. چهار عدد قارچ بود که چهار قاچشون کردم. چهار عدد گوجه فرنگی هم چهار قسمتشون میکنم. این از گوجه فرنگی هامون. حالا یک عدد بادمجون رو با پوست خورد میکنم. بادمجون هامون به این شکل خورد شدن. این تعدادم فلفل سبز که اینا تندن فلفلاش، و از وسط نصفشون میکنم چون ما تندی خیلی دوست داریم. البته این نوع فلفلش زیاد تند نیست، میدونید که انواع مختلف دارن. این دیگه ذائقه ایه، به ذائقه خودتون بستگی داره. این هم گشنیزامون که خوردشون میکنم، خیلی خورد نمیکنم، فقط یه چهار تا چاقو بهش میزنم به این شکل، خیلی خوردشون نکردم. تمام موادمون اینجا آماده است. بامیه ها رو هم خوردشون کردم، توی آب خیسشون کردم و الان گذاشتم توی آبکش که آبش بره، چون ممکنه که داخلش کرم باشه. حتما حتما باید بامیه رو خورد کنید، هیچ وقت درسته استفاده نکنید. پیازداغ و سیرداغمون رو گذاشتیم که الان آماده است که ببینید. پیاز و سیر و زنجفیل، حالا بهش یه قاشق زردچوبش رو اضافه میکنم، چون زردچوبه حتما حتما باید سرخ بشه و همزمان قارچ رو سرخ میکنم.
قارچامون. مقدار بیشتر میکنم. آب نمامونم یادم رفته بود روشنش بکنم. خب اینجا قارچا و پیازا رو ریختم. به ترتیب موادی که یه مقدار بیشتر زمان لازم داره بپزه اونا رو میریزیم، چون نباید سبزیجاتمون خیلی له بشه. اگه خیلی له بشه خوب نمیشم. حالا بهش پیازامون رو اضافه میکنیم. میزنیم و حالا سیب زمینیمونو بهش اضافه میکنیم. سیب زمینی و هویج فرنگی. خب حالا بامیه هامونم بهش اضافه میکنیم. رب بهش اضافه میکنم. تا باز شد فلفل سبز رو، این دیگه بستگی به میل خودتون داره که چه مقدار فلفل سبز بریزید. میخواین تند باشه یا تند نباشه. بیشترین چیزی که زمان میبره بامیشه و سیب زمینیشه. بقیه مواد زمان زیادی نمیبرن. یه قاشق چایخوری نمک میریزیم. نمک ذائقه‌ایه، هر چقدر که دوست دارید. و فلفل سیاه هم همینطور، هر مقداری که دوست دارید. ما به این آب اضافه نمی کنیم، درشو میذاریم. این گوجه ها آب میندازن. سیب زمینیمون که یه مقدار نرمتر شد بقیه مواد بهش اضافه میکنیم. حالا درشو میذارم و یه رو به دیگه بقیه این مواد رو بهش اضافه. حالا یه خبر میگیریم ببینیم در چه حاله. ببینیم چقدر عالی خوش رنگ. البته هنوز همه مواد رو بهش اضافه نکردیم. شما هر چقدر که گوجه فرنگیشو بیشتر بریزید خوشمزه تر میشه. اگر بیشتر از این باشه خیلی بهتر میشه. خب 20 دقیقه گذشته، یه خبر میگیریم از غذامون. حالا گل کلم و فلفل قرمز درشتمون رو بهش اضافه میکنیم و همینطور بادمجونامون رو و 2 استکان آب جوش بهش اضافه میکنیم. یه همش میزنیم. یه مقدار زعفرون هم بهش اضافه میکنیم. و حالا گشنیزامون هم بهش اضافه میکنیم. و یه همش میزنیم. درشو میذاریم. نیم ساعت دیگه غذای ما آماده است.
حالا مجدداً یه خبر دیگه میگیریم از غذامون. ببینید چقدر خوش رنگ و عالی و باحال. غذای لذیذ ما آماده است. به به، چه غذایی، همش ویتامین. به به به، چه شده، واقعا هوس انگیز. این از این برنج با حالمون، حالا میکشیمش. خب دوستان عزیزم، این هم از خورشت بدون گوشت ما که فوق‌العاده خوش عطر و خوش رنگ و بو شده. ببینیم که نظر شما چیه. با سلام خدمت شما عزیزان من. البته من این غذا رو از نزدیکون خواسته بودم که درست کنه، چون من یه مدت کمتر غذای گوشتی میخورم، برنج که خیلی کمتر میخورم و این غذا خیلی خیلی خوشمزه است. من خیلی خیلی از این غذا خوشم میاد، امیدوارم که مثل گذشته شده باشه برای شما. مرسی. ظاهرش که خیلی خوش عطر و بو و خوشمزه است. عطر و بوی سبزیجات اصلا مشخصه. حالا ببینیم تندم شده یا نه، چون فلفل خیلی ریختم. خب معمولا این غذا رو به خاطر تندیش خوشمزگیش بیشتر است. به به به، کماف سابق، بسیار 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 خوشمزه، خوش عطر، خوش طعم، عطرش عالی، مزهش عالی، خاصیتش هم فرق، خاصیتش هم که فوق العاده بالا، ضررم نداره اصلا، چون هیچ گونه گوشتی داخلش نیست. شما دیدین که چه موادی رو استفاده کردیم. همه مواد واقعا غنی هستن از ویتامین و بله، در هر صورت امیدوارم شما هم بندازه من این غذا رو دوست داشته باشین. من تشکر میکنم، زحمت کشیدین، خیلی غذای خوشمزه ای تهیه کردین، بسیار عالی است. خیلی خوشمزه و خوشتم، جای همتون خالی. امیدوارم هر جای دنیا که هستین از این برنامه لذت ببرین و همیشه سلامت و شاد باشین و عکساتون هم برای اینستاگرام میزه گرد ما بذارین که ما اونا رو به اشتراک بذاریم. حتما عزیزان من، بر هر صورت من همتون رو دوست دارم، عاشقتونم، عاشق ایرانم، عاشق ایرانیم، عاشق سراسر ایرانم، از بلوچش که تاج سر ماست تا آذربایجان، هر کجا، هر نقطه، کردستان، گیلان، مازندران، همه جا، خراسان. عزیزان من، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون سلامتی و بهترین چیز آرامش آرزو میکنم. اگرم از این برنامه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید و به دوستاتونم توصیهش کنید. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار. ایام بکنم.